سلام، به برنامه چه خبر از ایران امشب خوش آمدید. این روزها آلودگی هوای تهران یکی از معضلات اصلی جامعه ایران محسوب می شود. میزان آلاینده های سربی در هوای تهران در حدی زیاد هست که نوزادان و سالمندان بسیاری بر اثر مشکلات تنفسی در بیمارستان ها بستری می شوند. از طرف دیگر کارشناسان معتقدند سیاست غلط دولت مبنی بر عدم برنامه‌ریزی برای کنترل و حل این بحران جامعه را با مشکلات ویژه سلامتی و بیماری‌های خاص روبرو کرده است. با سام خسروی فرد روزنامه‌نگار گفتگویی داشتیم در همین زمینه که با هم می‌بینیم. فکر می‌کنید آسیب‌های احتمالی آلودگی هوا روی جامعه چی می‌تونه باشه؟ همونجوری که می‌دونید آلودگی هوا باعث افزایش بیماری های قلبی و عروقی میشه، باعث افزایش مرگومی میشه، اثر بسیار مخربی در سلامتی نوزادان و افراد مسن داره. برای همین هم هست که در اخبار مرتب تکرار میشه و تاکید میشه که افراد مسن به خصوص و کودکان از مناظر خارج نشن. اما آثار دیگری هم داره آلودگی هوا، از جمله خوردگی بناها و از بین رفتن آثار و ادمیه هایی که در داخل سطح شهر هست. گرچه در مقایسه با سلامتی انسان اهمیت بسیار کمتری داره، ولی عوارض این آلودگی هوا اینقدر گسترده هست که صرفا محدود نمیشه به سلامتی افراد. مضافه به این که بخشی از این آلودگی هوا میتواند که منجر به سایر آلودگی ها بشود، مثل آلودگی خاک و همینطور مسموم شدن خاک و مواد خوراکی که در معرض این نوع از آلودگی قرار میگیره. آیا راهکاری برای جلوگیری از آلودگی بیشتر و حل بحران موجود وجود داره، مثل بارونهای مصنوعی؟ اینکه چجوری میشه مسئله آلودگی هوا را حل کرد، واقعیتش اینه که بدون کمک و مشارکت مردمی این اتفاق نمیفته. یعنی باید که استفاده از خودروهای شخصی تا آنجایی که میشه کاهش پیدا بکنه. این اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه طبیعتاً وسایل نقلیه عمومی به اندازه در اختیار عموم قرار بگیره. کشورهای دیگری و شهرهای دیگری مثل مکزیکو سیتی، مثل تالین پایتخت استونی و جاهای دیگه این تجربه رو داشتن که وسایل نقلیه را حتی برای مقاطعی یا طولانی مدت حتی به طور رایگان در اختیار مردم قرار دادن و مردم در واقع تشویق شدن به جای اینکه خودرو خودشونو بیارن بیرون از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنن. مشکل دیگری که ما در ایران داریم و به خصوص بعد از تحریم ها این مشکل افزایش پیدا کرده، اون مسئله مهم کیفیت سوخت داخلی هست که گرچه به طور رسمی هیچ وقت اعلام نشده از طرف وزارت نفت، ولی سازمان های زیر مدخل در مسئله آلودگی هوا اشاره کردن به اینکه سوختی که در ایران در دسترس قرار میگیره سوخت با کیفیت بسیار پایینی هست و منجر به آلودگی مافوق تصور. اما نکته دیگری هم اینجا مطرح است، به طور مشخص خودروهایی که در ایران تولید میشه اون کیفیت لازم رو نداره. همه این عوامل دست دست هم میده تا وضعیت آلودگی هوا رو در شهرهای ایران و به خصوص تهران به طرز وحشتناکی ناسالم بکنه. من یه گزارشی رو دیدم که جلی تایم در سال 2010 در سپتامبر 2010 چاپ کرده بود در میان شهرهایی که داره آلودگی هوا بودن. جالبه که بدونید اهواز، سنندج و یاسوج هم قرار گرفتن در شمار شهرهایی که مثل پکن در چین شهرهای بسیار آلوده. گفته میشه که برای اینکه مثلا فرض کنید که وضع آلودگی هوا خوب بشه باید باران مصنوعی تولید کنید. این کار اصلا شدنی نیست، برای اینکه بخش عمده از مواد آلاینده که داخل هوا هست در آب حل نمیشه که بخواد تأثیری داشته باشه در کیفیت هوا. بخشی از اون آلودگی هوا مثل ذرات معلق ممکنه در اثر ریزش باران و ریزش های جوی از بین بره. اون چیزی که شما میبینید معمولا اتفاق میفته، هوای پاک دارید بعد از بارندگی، اون جریانات هوایی هست که در واقع به طور خیلی عامیانه ساده بخوام بگم اینا همون جریاناتی هست که ابرها رو میارن، بارندگی شروع میشه، ادامه پیدا میکنه و ابرها رو از سطح یک منطقه میبرن. این جریانات هوایی است که باعث میشه ما هوای پاک بعد از بارندگی داشته باشیم، نه الزاما و اختصاصا
ریزش باران. در خبرها اعلام شده اجازه اعلام دقیق میزان آلودگی هوا رو ندارن. چه عواقبی میتونه داشته باشه این موضوع؟ خب پنهان کردن واقعیت هیچ وقت نتونسته در چنین شرایطی کمک به حل مسئله بکنه. من فکر میکنم اگر که مردم اعتماد مردم جلب بشه به گفتن واقعیت و ازشون خواهش بشه و خواسته بشه که مشارکت کنن در کاهش آلودگی هوا، نه با طرح ضربتی اجباری زوج و فرد. باید مردم اعتماد مردم رو جلب کرد که مردم به طور خودخواسته و با انگیزه شخصی همکاری و مشارکت بکنن. خب البته همونجور که قبلا هم عرض کردم، به دلیل نبودن وسایل حمل و نقل عمومی خیلی راحت نیست که اعتماد مردم جلب بشه و از مردم این چنین خواهشی بشه، اما این غیر ممکن نیست. ما میبینیم، مثال هایی براتون دادم، سایر جاها، سایر شهرهای دنیا کارهایی کردن که اتفاقا بعضی از اونها میبینیم شهرها و یا کشورهای خیلی پیشرفته هم نبودن و نسبتا هم موفق بودن. بنابراین میشه از اون تجربه ها استفاده کرد و با جلب همکاری و کمک مردم امید داشت که آلودگی هوا از این شرایط به شدت بحرانی خارج بشه. آیا شهرهای دیگه هم در اقصا نقاط دنیا پیش اومده که همچین اتفاقی براشون افتاده باشه؟ اونها چطوری حل کردن ماجرا رو؟ تو صحبت هم گفتم، مثلا پورتلند تو امریکا هم نقل مجانی کرده، مکسیکو سیتی هم نقل عمومی رو توسعه داده، تا حد زیادی مجانی کرده، در یک دوره بعد دوچرخه، استفاده از دوچرخه رو گسترش توسعه داده، شهر اون کارخونه ها رو از داخل شهر جابجا کرده و خارج کرده. بنابراین یا مثلا فرض کنید که پایتخت استونی همین کم و بیش مشابه همین کارها رو انجام بده. اینا قبلا هم توی اون صحبت ها یه اشاره بهش کرده. و در نهایت این که فکر میکنید چقدر وقت لازمه برای بهبود اوضاع موجود؟ من فکر میکنم همه این کارها رو باید با هم انجام داد. یعنی نمیشه فقط امید داشت به اینکه مردم خودرو نیارن بیرون. باید کیفیت سوخت برگرده به شرایط استانداردش. خودروها باید معاینه فنی بشن و معاینه فنی باید با واقعیت رو هم باشه. میدونیم که مسئله معاینه فنی خودروها هم کردن هر 5 سال یه بار و تو خودروهای تولیدی باید در سطح استاندارد قرار بگیره. وسایل حمل و نقل عمومی باید که افزایش پیدا کنه. اینا کارهایی است که دولت میتونه و حکومت ها میتوانن انجام بدن و اون وقت میتونن از مردم انتظار داشته باشن که در واقع مشارکت کنن در استفاده از وسایل نقلیه عمومی. البته موضوع آلودگی هوا در شهری مثل تهران که تجمع و تمرکز جمعیتی وحشتناکی داره در مورد توسعه شهرها، خیلی در واقع میشه گفتش که عجیب نیست به خاطر جمعیت زیاد، اما جاهای دیگری هم که جمعیت کمی کمتر از تهران دارن و وسعت قابل توجهی دارن و تراکم جمعیت اونجاها هم کم هست، اون دیگه هوا رو داریم، همونجور که اشاره کردم در سنندج یا سوج هم در گزارش مجله تایم بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که استخراج شده اون دیگه هوا در 2 سال پیش گزارش شد. بنابراین فقط این موضوع افزایش جمعیت رو هم یا جمعیت تراکم بیش از حد جمعیت رو هم نمیشه که دست کم گرفت تو این موضوع. نحوه حضور و نطق احمدی نژاد در مجلس و موضوعاتی که از طرف وی مطرح شد، بحث و واکنش های متفاوتی را میان نمایندگان مجلس برانگیخت. از طرفی احمدی نژاد پس از سخنرانی بلافاصله مجلس را ترک کرد و حاضر به شنیدن نظرات نمایندگان نشد. در همین حال تقریبا بلافاصله بعد از خروج احمدی نژاد از مجلس، کارت دعوت برای شرکت در ضیافت شام در پاستور بین برخی نمایندگان توزیع شد. با اسماعیل گرامی مقدم نماینده سابق مجلس گفتگویی داشتیم و از وی درباره علل اصرار محمود احمدی نژاد بر نطق در مجلس پرسیدیم. بله، ببینید آقای احمدی نژاد هدفش از این که در مجلس حاضر بشه و مستقیما تریبون رو در اختیار قرار بده چندین هدف داشته که در 2 تا محور
میشه خلاصه کرد صحبت‌های احمدی نژاد رو. یک، تاکید آقای احمدی نژاد بر این که دلایل به وجود آمدن بحران اقتصادی و این نابسامانی اقتصادی که در حوزه‌های مختلف به وجود اومده علتش تحریم ها هستش. این یه نکته بوده. هدفش هم این هستش که به هر حال یه جا خالی بده و عملا فقط رهبری رو در پیرس این اتهامات قرار بده که او باعث این وضعیت اقتصادی هستش، چون در مسئله هسته‌ای آقای احمدی نژاد نیستش که تصمیم میگیره، بلکه مقامات بالاتر هستن. بنابراین هدف اصلیش این بوده. نکته دومش این بود که یارانه ها رو و اجرای فاز دوم رو خواستش این بود که از مجلس قولی بگیره و هماهنگی وجود بیاد که در یک شرایط آرام مجلس هم با دولت هماهنگ بشه و به او اجازه اجرای فاز دوم یارانه ها رو بدن. واقعیت اینه که در این دوتا نکته تناقض های بسیار شدیدی دیده میشه. در نکته اول این که خب آقای احمدی نژاد قبل از اینکه این سخنانه به اینکه آقا تحریم ها علت اصلی وضعیت بد اقتصادی هستش، باید از مردم ایران عذرخواهی کنه به دلیل دروغ هایی که به مردم گفت طی این 7 سال و نیم، و از مجلس هفتم همواره هر کسی که سوال میکرد به ویژه خود من به همراه بسیاری از نمایندگان دیگر در مجلس هفتم که این تحریم ها آثار زیانباری رو و جبران ناپذیر رو بر اقتصاد کشور خواهند گذاشت و یا 80 اقتصاددان در 3 مرحله به ایشون نامه نگاری کردن و ایشون پاسخ نداد، تنها پاسخ ایشون اون جملات تاریخی بود که تحریم ها تأثیری ندارد و این قطعنامه ها کاری بیش نیستن، یا اینکه اونقدر قطعنامه صادر کنند تا قطعنامه دونشون پاره بشه. این در حقیقت سخنان نسنجیده بود که باعث تحریک کشورهای دیگه شد و تحریم ها روز به روز افزایش پیدا کرد و حداقل میتونیم بگیم آقای احمدی نژاد نقش عمده‌ای در افزایش تحریم ها داشته، بنابراین اون نمیتونه سخن راستی گفته باشه. بنابراین یا اون روز دروغ میگفته یا امروز دروغ میگه که معلومه نه اون روز دروغ میگفته. اما چرا این امروز این موضع رو داره؟ برای اینکه جا خالی بده و برای انتخابات آینده که نامزد مورد حمایتش احتمال قوی آقای رحیم مشایی خواهد بود، بتونه افکار عمومی رو در جهت شیفت دادن این فشارها به سمت دیگه‌ای که مقام رهبری هستش ببره و از خودش و از نامزد مورد حمایتش این فشارها رو کاهش بده. در قضیه یارانه ها هم خب ایشون میدونه که و تجربه خوبی هم کسب کرده که هرگاه در آستانه انتخابات بتونه پولی رو تزریق کنه به ویژه به اقشار زیر خط فقر در روستاها و همچنین در حاشیه شهرها، میتونه رأی قابل ملاحظه‌ای رو حداقل بیس پایی رو جمع بکنه و به همین دلیل هم دنبال این هستش که به هر ترتیب در مجلس این هماهنگی رو به وجود بیاره. واقعیتش اینه که ما هم در حیات بنده هم به عنوان یک دانش آموخته در رشته اقتصاد معتقدم که میبایست این جرایی بزرگ انجام بشه و بایستی سمت واقعی کردن و هدفمند کردن یارانه ها پیش بریم، ولی هرگز این اتفاق در دولت های احمدی نژاد اتفاق نیفتاد، بلکه تنها پولهایی سرازیر شدن به جیب همه مردم به صورت مساوی و اون هدفمندی یا تارگتت در حقیقت جدگیری درستی در اون صورت هدفامون صورت نگرفت. یعنی وقتی از این پرداخت مستقیم یارانه ها بخشهایی از مردم مثل معلولین جسمی یا خانواده بی سرپرست یا بیکاران جامعه که حقوقی رو دریافت می کردن در حقیقت با دیگر اقشار
تقریبا در یک سطح یک میزان حقوق رو دریافت کردن که این باعث بوجود آمدن حجم شدیدی از نقدینی در کشور و به تبع اون به وجود آمدن تورم امروز 28% رو خود سازمان آمار بانک مرکزی اعلام کرده که در حداقل 20 سال گذشته بی سابقه بوده. بنابراین این اجرای طرح یارانه ها هم به نفع سفره مردم نیست، بلکه تنها به نفع سفره انتخاباتی های احمدی نژاد خواهد بود و به همین دلیل فکر میکنم که احمدی نژاد باز هم دروغهاشو در این مجلس تکرار کرده و با اتکای به دروغ فقط برنامه ریزی میکنه برای آیندهش، چون در این دوران دیگه معمولا هر رئیس جمهوری وقتی 4 ماه میمونه به پایان دورش بایستی یه بررسی و ارزیابی داشته باشه از طرحهای نیمه تمامش، از طرحهایی که به اتمام رسونده و طرحهایی که برای دولت‌های آینده میذاره، نه اینکه بیاد تازه برنامه بده، برنامه‌های بزرگ مثل واگذاری زمین و جنگل و مراتع به دامداران که اینها اصلا یه به تعبیر دیگه سنگ‌های بزرگی هستش که در حد و توان آقای احمدی نژاد با این وقت کام اندک نیست. بنابراین صرفا شعارهای تبلیغاتی برای انتخابات آینده خواهد بود و از این جهت مجلس هم که در حال طرفداران اصولگرایان سنتی هستند، دیدیم که گلایه‌مند بودن از اینکه آقای احمدی نژاد در مجلس توقف نکرد و امتناع کرد از پاسخگویی و شنیدن مستقیم سخن نمایندگان و مجلس رو ترک کرد. به اعتقاد من یک بار دیگه مجلس رو ایشون تحقیر کرد و تصورم اینه که آقای احمدی نژاد در حال در حقیقت نهایی کردن تفاهماتش با ارکان بزرگ قدرت هست برای انتخابات آینده، به همین دلیل به مجلس بی‌اعتنایی میکنه. ممنون از همراهی شما. شب و روز خوش و خدا نگهدار.